بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که ما امروز شروع میکنیم مربوط میشه به درسی ریاضی 3 مربوط به انجینری. و درسی امروز ما مقدماتی است، یعنی شروع درسی ریاضی 3 و یادآوری از گذشته آخرین درس‌های مربوط به ریاضی 2. ما عنوان درس ما است توابع چند متحوله، و مربوط به توابع چند متحوله ما داریم توابع 2 متحوله و 3 متحوله. نوشته میکنم توابع 2 متحوله. حالا یک توابع 2 متحوله این شکلش این رقم است، زید مساوی میشه به اف x و y. اف x و y چنانچه دیده میشه x و y متحولینی مستقل هستند و z متحولی مربوط. 2 متحولی x و y در سطح مستوی یک نقطه x و y را تشکیل میده، یک نقطه از مستوی را، یعنی مربوط به R2 است. به همین قسم توابع 3 متحوله که مورد نظر ما در این بحث است، توابع 3 متحوله مربوط به 3 متحول میشه. U مساوی است به F X و Y و Z، و X و Y و Z 3 متحول یک نقطه است از فضای 3 بعدی یا از فضای معمولی که ما میفهمیم. در مجموع حرف امروزی ما همین دو نوع تابع است، فقط و فقط تابع 2 متحوله و تابع 3 متحوله. هر کدامی یک نقطه را، یکی به یک نقطه از مستوی یک عدد زید مربوط می سازه، و دومیش یک نقطه اکس و وای زید از R3 یا از فضار مربوط می سازه به یک عدد یو، یعنی یک عدد یو مربوط میشه به می یک نقطه. اینجا می بینیم که اکس و محاسبه قیمتی تابع چیگونه است. ما ناگزیر از یک مثال شروع می کنیم. مثال یک می نوشته می کنم F اکس و وای مساوی است به 5 اکس و وای. خیال میکنم 5 اکس و وای، بله 5 اکس و وای. این ای قسم به هر اکس و وای 5 دانه اکس ضربی وای را مربوط میسازه. حالا میبینیم یک قیمت زیر مثلا در عدد 2 و 3، نقطه 2 و 3، ما میبینیم اینجا شرط متحولین ترتیب آنهاست، یعنی مختصه اول همیشه x است و مختصه دوم y است. اینجا x مساوی به 2، y مساوی به 3 است. پس این را نوشته میکنم 5 ضرب 2 ضرب 3. طبعا این حاصل ضرب از این دوتا 5 2 10 10 30. این میشه قیمتی تابع در 2 و 3 عبارت از عددی 30 هست. و همین قسم ما میتونیم تابع را نوشته کنیم تابع دوم به عین ترتیب. اگر نوشته کنیم f x و y مساوی است به x مربع جمع y مربع بر 4xy. خیال میکنم مثال ما 4xy، امیدوارم استون باشه 4xy. حالا در 2 - 3 و لمدا x و لمدا y را ما ایره چی میکنیم؟ f 2 - 3 چند است؟ و همچنین f لمدا x و لمدا y چند است؟ این دو سوال مطرح میشه، یعنی دو قیمت
ما محاسبه کنیم. طبعا به جای x دو رو وزن میکنیم، در جای y منفی 3 رو وزن میکنیم. پس ما ناگزیر هستیم اینجا. اگر مشکلی نباشه من مثال اول رو پاک کنم. f دو منفی 3 مساوی است به در جای x ده ای تابه به ای تابه دو رو وزن میکنیم، به جای y منفی 3 رو وزن میکنیم. پس میشه دو مربع جمع منفی 3 مربع بر 4 ضرب 2 ضرب منفی 3 مساوی میشه به 4 جمع 9 بر 2 4 8 3 8 منفی 24 و ای مساوی می شود به 13 ای بر منفی 24. این قیمت تابع اف است در همین مثال در نقطه 2 و منفی 3. به عینی طریق حال ما اگر محاسبه کنیم قیمت تابع در لامدا اکس و لامدا وای از همین تابره، باز هم ما اف لامدا اکس و لامدا وای لامدا اکس و لامدا وای معنایش است که در همین تابه در جای اکس لامدا اکس رو وزن میکنیم، در جای وای لامدا وای ره. پس لامدا اکس مربع جمع لامدا وای مربع بر 4 ضرب لامدا اکس لامدا وای. البته میشه به این قوس باشه میشه نباشه، اما در صورت حتمی به این قوس نوشته میشه. طبعا این مساوی میشه به لامدا مربع اکس مربع جمع لامدا مربع وای مربع و 4 لامدا اکس لامدا وای و این مساوی میشه به لامدا مربع ضرب اکس مربع جمع وای مربع و اینجا میشه به لامدا مربع 4 اکس وای. وقتی ما دمی کسر ببینیم صورت و مخرج لامدا مربع مشترک داره و لحاظ لامدا مربع با هم دیگر اختصار میشه. پس عینی تابع خودش پیدا میشه، x مربع جمع y مربع بر 4x y. در حقیقت اگر اینجا ببینیم لامدا f لامدا از بین میره، f x و y مساوی میشه به f لامدا x و لامدا y با هم دیگر. این نوع خصوصیت مخصوصی همین تابع است. حرفی را دمیان میاریم که ناحیه تعریف تابع چند متحوله. بیشتر ناحیه تعریف یک تابع دو متحوله و سه متحوله. این مثال قبلی را باز دوباره در نظر میگیریم. f x و y مساوی میشه به x مربع جمع y مربع بر 4 x y. عموما توابعی که ما تعریف میکنیم اگر گاهی اوقات ابهامی به میان بیایه همون نقطه شامل نهایه تعریف نمیشه. کدام نقاطی رو ما در تابه تعویض کنیم که ما بتانیم یک عدد مشخص به دست بیاریم و همون عددی که مشخصا تابره قیمت تابره تعیین میکنه همون عدد شامل نهایه تعریف است. اما بعضی عدد شامل نهایه تعریف نیست. به صورت عموم در توابع یک متحوله، دو متحوله، سه متحوله افاده مربوطی توابع وقتی نامعین میشه که در او مخرج صفر میشه، یا ای که زیر جذر عدد منفی میایه جذر دو. اینجا هم حال سوال خلق میشه چی وقت اعداد شامل ناحیه تعریف توابع نیست، همو اکس هایی که اکس و چار اکس وای صفر نباشه، مساوی صفر نباشه. طبعا خوب فکر کنیم ما کدام اعداد چی نوع اکس و وای باشه،
از آر که شامل نوعیه تعریفی تابع نباشه. کدام اعداد شامل نوعیه تعریفی تابع شده نمیتونه از اکس وای ها؟ ما میبینیم یا اکس صفر باشه یا وای صفر باشه یا هر دویش صفر باشه، شامل نوعیه تعریفی تابع نیست. طور مثال افی مثلا اکس و صفر، این ای اکس و صفر مساوی می شود اکس مربع جمع صفر مربع بر چار ضرب اکس ضرب صفر، این مساوی می شود اکس مربع بر صفر. ما می بینیم چنین مفهومی در ریاضی مبهم است، لحاظا ما ای را نمیتونیم اینمی اکس و صفر را اینجا وضع کنیم و این عدد درست نیست. پس از اینجا نتیجه میگیریم که تمام انواعی اکس و صفر، اگر وای صفر باشه، این ای شامل نوعیه تعریفی تابع نیست. این اعداد شامل نوعیه تعریفی تابع نیست. اعدادی که اکسش مشخص یک عدد باشه ولی وای صفر باشه روی محور وای قرار دارن، لحاظا تمام نقاطی روی محور وای، محور عمودی، شامل نوعیه تعریفی از این تابع نمیشه. همچنین اگر ما ای را بگیریم صفر و اکس، اگر صفر و وای، اگر مختصه اول وای صفر باشه و دوم وای هر چی باشه، این شکل نوشته می کنیم، صفر مربع جمع وای مربع بر چار ضرب صفر ضرب وای، این مشکل پیش می آید، وای مربع بر صفر. لحاظا تمامی اعدادی که مخرج صفر می سازن، یعنی تمام نقاط از این قبیل، شامل نوعیه تعریف تابع نیست. یعنی که صفر و وای ای تیپ اعداد شامل نوعیه تعریف تابع نمی شوند. بنابراین توابعی که در آنها مخرج صفر میشه، در همون نقاطی که مخرج صفر میشه، همون نقاط شامل نوعیه تعریف از این تابع نمی شه. حالا ما یک تابعی را مد نظر بگیم، یک مثال دوم که این یک قسم است، x و y مساوی است به یک کسری که x مربع جمع y مربع بر 9 منفی x مربع منفی y مربع. این ای تابع را ما ارزیابی میکنیم، نوعیه تعریفش را مشخص میکنیم. برای تشخیص نوعیه تعریف ما همو سیتی اعدادی را، نقاطی را پیدا میکنیم که اگر دی تابه وضع کنیم مخرج یا صفر شوه یا منفی شوه، چون زیر یعنی بزرگتر از صفر باید باشه. لحاظا ما اول میبینیم 9 منفی اکس مربع منفی وای مربع، اگر صفر هم شوه این را جوابگوی نیست، اگر منفی هم شوه. لحاظا ما این را نوشته میکنیم چی وقت کوچکتر یا مساوی به صفر میشه. وقتی که این را ما مد نظر بگیریم، از اینجا نتیجه میگیریم که 9 مساوی میشه به اکس مربع جمع وای مربع، و از اینجا ما میبینیم که x مربع جمع y مربع مساوی میشه به 9. بسیار خوب، تمام نقاطی که امی معادله اخیره صدق میکنه، البته مساوی نی بلکه یا کوچکتر یا مساوی به 9، تمام نقاطی که امی شرط صدق میکنه شامل نوعیه تعریفی تابع نمیشه. چنین نقاطی عبارت از تمام نقاط داخلی دایره است که شعایش 9 واحد باشه. حالا ما اینجا دایره دقیقم رسم کرده نمیتونیم، کچلوار یک چیزی رسم میکنیم، اگر این شعای از این دایره 9 واحد باشه و مرکزش مبدأ مختصات باشه،
اینمی تمامی نقاط، اینمی نقاطی که ما به هر نقطه که از اینجا بگیریم، هر نقطه x و y، اینمی نقطه شامل نهایه تعریفی از این تابش شده نمیتونه. چرا اگه این نقطه رو وضع کنیم؟ هم زیر جذر منفی میایه، هم مخرج ره جذر وقتی که منفی شد تابه تعریف شده نمیتونه. اگر روی محیطی داره یک نقطه رو اختیار کنیم و اینجا وضع کنیم صفر میشه، یعنی تمام نقاطی x مربع جمع y مربع مساوی 9 باشه، ایره صدق نمیکنه. تا حال ما چند مفهوم گفتیم، همه مفاهیمی که تا حال ذکر کردیم دوباره اختصارا اینجا می نوشته میکنم. توابع دو متحوله، توابع سه متحوله و نواحی تعریف آنها. معمولا ما اینجا تلاش کردیم اعداد نقاطی رو پیدا کنیم و نشان بدیم که شامل نهایه تعریف از اینا نمیشه. این می درسی که تا حالا ما گفتیم سه مفهوم عمومی است که باید داشته باشیم و ما یک تمرین بعداً نوشته میکنم اینجا که او تمرین مربوط به اینمی گپا میشه. حالا ما یک تمرین مد نظر میگیریم که میشه و محصلان ارجمندی را ببینن حل کنن. این تمرین در ارتباط به نمی مفاهیم داده شده، بیشتر تابع دو متحول در نظر گرفته شده. سوال اول است f x و y مثل میشه 5 بار x مربع جمع y مربع. f در 4 و منفی 3 چند است؟ f در 2 و 4 چند است؟ سوال دوم این رنگی و بی نوشته شده f x و y مثل میشه 5 بار x مربع منفی y مربع. f در 4 و منفی 2 منفی 3 چند است؟ f در 2 و مثبت 4 چند دسته. سوال سوم هم f x و y عبارت است از ساینی x جمع y. قیمت تابه در صفر و پای بر دو و قیمت تابه در صفر و صفر، یعنی اشاره میتونم که همین قیمت ها رو ما در تابه وضع کنیم ببینیم چه قیمتش چند میشه. و چهارم اینجا نوشتیم در رنگ سرخ f x و y مثل اینجا 5 بر x مربع جمع y مربع. اینجا گفتیم نهایه تعریف تابه رو تشخیص کنید، یعنی کدام نقاط شامل این نهایه تعریف از تابه نمیشه، یعنی کدام نقطه را ما در جای x و y وضع کنیم که مخرج صفر باشه. در این حالت شامل این نهایه تعریف تابه نمیشه، متوقی نقاط مستوی یا فضای اردو شامل این نهایه تعریف تابه. حالا اینجا گپ ما لیمیت و تمدید توابع چند متحوله. اولا لیمیت ارزیابی میکنیم چیگونه تعریف میشه و چیگونه محاسبه میشه. ما میدونیم توابع دو متحوله و نظر به هر متحول به یک عدد که تقرب کنه این قسم نوشته میکنیم. هرگاه لیمیتی f x و y طوری که x به a تقرب کنه y به b تقرب کنه این مساوی باشه به این لیمیتی که ترتیبی تقربی x و y تغییر میکنه. اگر دو لیمیت با هم دیگر مساوی بود، مساوی به l بود که مفهومی ازی چی هست؟ مفهومی ازی این قسم است که اول لیمیتی داخل قوس اوله ما محاسبه میکنیم، بعدا اینجا پارامتری وای ضرب میشه و بار دوم لیمیتشی که محاسبه میکنیم پارامتری x از بین میره و یا دوم هم این ای رقم، یعنی اول x رو به تقرب میتیم بعدا وای رو به تقرب به بی تقرب میتیم. اگر این دو لیمیت مساوی به هم دیگر رو طبعا مساوی به یک عددی L میشه. وقتی که دو لیمیت به هم دیگر مساوی به مساوی به عددی L بود در این حالت ما میگیم لیمیت f x و y مساوی L است، در صورتی که نقطه x و y به نقطه AB تقرب کنه. x و y یک نقطه اختیاری شناور است روی مستوی آردو، اما AB یک نقطه مشخص است، از هر سمتی که تقرب کنه
نزدیک شود. حالا ما یک مثال اینجا مدی نظر بگیریم. این مثال این نوشته میکنیم f x و y مساوی میشود به x منفی y بر x جمع y. و چیزی که از ما خواسته شده ای است که لیمیت f x و y وقتی که x و y به نقطه صفر و صفر تقرب کنه چند است. این را محاسبه میکنیم. در قدم اول ما گفتیم اینمی دو لیمیت حساب میکنیم. ما میتونیم f x و y را نوشته نکنیم. رسن x منفی y بر x جمع y را بنویسیم. هرچند جای اینجا کمی کم بود است، خب به هر صورت ما سعی میکنیم. حالا ما اول این را نوشته میکنیم. لیمیتی f x و y وقتی که x به طرف صفر تقرب کنه و وقتی که y به طرف صفر تقرب کنه. این امیر ما محاسبه میکنیم. اول امی لیمیتی بین از این قوس را ما این قسم نوشته میکنیم. لیمیتی x به طرف صفر تقرب کنه باز لیمیتی x منفی y بر x جمع y وقتی که y به طرف صفر تقرب کنه. حالا میبینیم حالا y را وقتی که به طرف صفر تقرب کنه به جای y صفر وضع میکنیم. این مساوی میشه به لیمیتی x به طرف صفر تقرب میکنه. اینجا نوشته میکنم x منفی صفر بر x جمع صفر. حالا اینجا اگر ما محاسبه کنیم صفر از بین میره، x به x اختصار میشه یک میشه، لیمیت یک هم مساوی به یک هست. این لیمیت با ترتیب x و y مساوی به یک شد. حالا ما لیمیتی دومیش ارزیابی میکنیم. لیمیتی دومیش این شکل این نوشته میکنیم لیمیتی باز لیمیتی f x و y اینجا باز این شکل، اما اینجا اول نوبتی y است. y به طرف صفر و x به طرف صفر این قسم. آن بین قوس ما دوباره اینجا تکرار نوشته میکنیم از نظر افاده ایش y به طرف صفر تقرب میکنه. اینه این هم لیمیتی y به طرف x به طرف صفر تقرب میکنه. x به طرف صفر تقرب میکنه x منفی y بر x جمع y و ایره محاسبه میکنیم. لیمیتی y به طرف صفر تقرب میکنه. حال اینجا نوشته میکنیم صفر منفی y بر صفر جمع y. حالا میبینیم ده اینجا صفر منفی y بر صفر جمع y چند میشه؟ صفر از بین میره، منفی y بر مثبت y منفی یک میشه. لیمیتی یک عدد ثابت هم در یک متحول منفی یک هست. ما میبینیم لیمیتی دو ترتیب مرتبی که ما اینجا مد نظر گرفتیم این لیمیت و این لیمیت با هم مساوی نیستن. وقتی که این لیمیت با این لیمیت مساوی نباشن معنایش است که این لیمیت خلاف یا زو لیمیت است. بنابراین اینمی لیمیتی که ما مطرح کردیم این ای لیمیت وجود ندارد چون هر دو ترتیبش با هم دیگر یک نیست. حال خب حال مثال دوم در نظر میگیریم. لیمیتی x مربع جمع y مربع وقتی که x y به تابعی به نقطه 2 و 5 تقرب کنه. بنابر دستور ما این نوشته میکنیم لیمیتی وقتی که x به طرف 2 تقرب کنه و لیمیتی وقتی که y به طرف 5 تقرب کنه از x مربع جمع y مربع. این ای لیمیت میخواییم محاسبه کنیم. این لیمیت را ما مینویسیم اول اینه بین قوس ما لیمیتش را که تعیین میکنیم به حیث یک تابع یک متحول داخلی قوس. لیمیتی x به طرف 2 تقرب میکنه داخلی قوس میشه
این لیمیت داخل قوس و ایر 5 وضع میکنیم، این میشه x مربع جمع 5 25 میشه، این مساوی میشود آره بار دوم نوبتی x میرسه x دو وضع کنیم 4 جمع 25 4 جمع 25 مساوی میشود 29. هاذا القیاس ما نوشته میکنیم لیمیتی این دفعه نوبت وای میرسه اول باز لیمیتی وای به اکس به طرفی دو تقرب میکنه از اکس مربع جمع وای مربع. در اینجا هم اگر ما بگیریم داخل قوس را ذوب کنیم اکس را، پس لیمیتی اول نوشته میکنیم لیمیتی وای به طرفی دو تقرب میکنه، وای به طرفی پنج تقرب میکنه و آله. اما اکس را که اینجا بانیم نوشته میکنیم گویانی لیمیتی بینی قوس رو چار جمع وای مربع. آله اینجا ایرام دهی وزی وای هم پنج وزی میکنیم، این میشه چار جمع 25 و این هم مساوی میشه 29. ما میبینیم که دو لیمیتی که ما محاسبه کردیم با ترتیب های مختلف این دو لیمیت با هم دیگر یکی شد. وقتی که این دو لیمیت با هم دیگر یکی شد، این لیمیت تابعی مربوطه که ما قبلا گفته بودیم این عبارت میشه از 29.